شکوفه میرقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلزاری. شکوفه های بیقرار روز آفتابی، به سبا بوسه دهند با لب سرخابی. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا ساری روی ما دارد. لا 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 لا. سلام، عیدتون مبارک. و سلام به شما شیلای عزیزم، و سال نو شما مبارک. چقدر شروع قشنگ و زیبایی بود. ممنون ازت. خواهش میکنم. گفتیم عید نوروز رو با زندگیات ویگن شروع کنیم که یادشون همیشه جاودان است. واقعا زیبا بود. مرسی. متشکرم. شما همیشه یادی از استادان میکنی، همیشه تو از شعرهای اون استفاده میکنی، از کاراشون استفاده میکنی. خیلی هم قشنگ، خیلی هم زیباست. سال نو شما مبارک شیلا جون، خانم شیلا نرور، که من مطمئنم معرف حضور همه شما بینندگان عزیز هست، چون بسیار فعاله، بسیار فعال و اکثرا تو همه برنامه ها هستن، و این روزها هم که روزهای شلوغیه برای درسته؟ بله، بسیار روزهای شلوغی، و خدا رو شکر که عید نوروز هست و سرسبزی و شادی و سفره هفت‌سین بسیار زیبا، و چه رنگامیزی قشنگی خانم زرینه. مرسی. خیلی بسیار قشنگ. بله، با تشکر از سفره ملائک، خیلی زیباست، و گلارای شیراز و مبلمان پردیس، بسیار دیزاین سانشاین، سانشاین دیزاینر. بله، همه خیلی چیز خیلی تازه و نو دیگه. سال نو شد، شما هم همه رو نو کردی دیگر. بسیار زیباست. بله، ما این همه سرت شلوغه، من خودم البته حتما اون برنامه سفره چیدن رو میگنجونم تو برنامه. سفره رو میچینی دیگر من شیلو جونم؟ سفره هفت سین یکی از اون سنت‌هایی هستش که من بسیار دوست دارم. نباید فراموش بشه. نباید فراموش بشه. به خصوص اینکه بچه‌های ما اینجا بزرگ شدن، ما اگر این سنت‌ها رو تو خونمون نیاریم، طبعاً رنگش کم رنگ‌تر میشه. فرهنگ و اصالتشون یادشون میره. بله، به خصوص سبز کردن سبز، به اصطلاح این سبزه برای سفره هفت سین رو من خیلی دوست دارم. معمولا من سبزه رو نمیخرم. خب خیلی از آیتم هایی هست که روی سفره هفت سین ما خریداری میکنیم، ولی این وقتی که توی خونه سبزه رو ما جوونه میزنه، رویشش رو تدریجا میبینیم، انگار بهار رو میاریم خونمون، و این یک زیبایی و یه آرامشی میده. نمیدونم شما هم طبعا انقدر وقتتون گیر و به اصطلاح مشغوله. من سفره هفت‌سین رو حتما میچینم، به خصوص الان نوام دارم، براشون تعریف میکنم. خونه تکونیمو حتما میکنم با تمام گرفتاری ها. خیلی هر دفعه بزرگتر، و به بچه هم سعی میکنم حتما یادشون بدم. خودم کمک میکنم به دخترم که بچینه، سه تا بچه داره، سختشه که فراموش نشه، چون اگر ما بریم اینها هم یاد نگیرن، دیگه کی میخواد؟ دقیقاً همینه. هم در به اصطلاح محافل و جمع دوستانه و فرزندان خودمون، و هم در جاهایی که ما کار میکنیم. من چون جایی که کار میکنم با همه افراد و ملیت‌ها در ارتباط هستم، خیلی دوست دارم که این سفره هفت سین رو به بهترین نحو، نه اینکه از روی اجبار. بله، ما درست اون محل به اصطلاح در ورودی، جایی که افراد منتظر هستن، یه سفره هفت سین زیبایی رو میذاریم. و جالب، یه خاطره جالبی دارم شیوا جون. این سنجد رو، چون ما تمام به اصطلاح این آیتمایی که برای سفره هفت سین می‌ذاریم می‌نویسیم، و تاکید می‌کنیم که اینا خوردنی نیست. یادمه که ما یه سالی روی سفره هفت سین سنجد گذاشته بودیم، و یه آقای اومده بودن و اینو برداشت و خورد، و دیگه کم مونده بود خفه شه. خطرناکه اینه که برحال سیب و اینا مسئله نیست، ولی اینا همش جلو رو که بگیره دیگه آره چون کلا اینا سمبولیکه دیگه، بیشتر جنبه این داره که نماد و سمبول چه چیزی در فصل بهار و نوروز هست. حواس خیلی زیادی داره ها. درست داره، ولی باید خوردنش هم بدونی. ولی نه با پوست. خب پوستشو دیگه. طرفی که خورده بود نمیدونست با پوست خورده. برای طرف موزم با پوست میخوره.
بله. خوشحال جان از کارات بگو، کار جدیدی داری، چی کار میکنی؟ یا انقدر ماشاءالله ترانه‌های خوبی خوندی و تهیه کردی که با هم اونا فعلا میگذرونی؟ بله، ما اخیراً البته یه مقداری مشغول بودیم با گروه اندلیب و آقای شاهو اندلیبی که از اخیراً از ایران تشریف آورده بودن و یک تیم بسیار خوبی رو ما داشتیم. آهنگ‌های رو، ترانه‌هایی از به اصطلاح بخش نواحی کردستان که آقای شاهو اندلیبی هم نی می‌زدن، دف می‌زدن و منم بخش گیلانیش رو می‌خوندم و با یه سری آهنگ‌های سنتی که خانم فریبا داوودی می‌خوندن. ما این کار خیلی بازتاب خیلی خوبی داشت و ما این رو توی تورنتو و اتاوا و مونترال اجرا کردیم. کار قشنگی بود، تجربه جالبی بود، تیم خیلی خوبی بود و فکر میکنم باستابش خوب بوده. حتما همینطور. بله. خب الان برای ما چی میخونیم؟ عیدانه؟ برای عید بهتره که فکر کنم کار رو با یکی از آثار بسیار زیبای زنده یاد آشورپور، نوروز، که یکی از کارهای خیلی زیبا هست و من خیلی دوست دارم، به زبان فارسی و گیلکی هست و نوروز رو گوش میدیم به یاد استاد آشورپور. با ما باشید. بله، آهنگ بسیار قشنگی بود. چقدر یوهو با نشاط و با انرژی. بعد نوروز رو با انرژی شروع کرد شیوا جون. 100 درصد 100 درصد. یک بار در ساله که همه دور هم جمع میشن، همه گرد هم میان، همه به هم نزدیک هستیم، نزدیکتر میشن. ما هم البته حداقل سعادت داریم سالی یک بار شما رو دعوت میکنیم بیاین اینجا. البته بیرون تو میبینیم همدیگر رو. بله، برنامه‌ای که اجرا میکنید و چقدر خوبه که برای شادی و برای نوروز و یلدا ما یلدام همیشه دور هم هستیم. شیلا جون دو بار در سال شیلا جون میاد مهمان ما هست. خب شیلا جون از کار جدیدت بگو، چه کاری در دست داری، چی کار میکنی، مشغول چه کاری هستی؟ میدونم آروم نمیشینی. من اصلا آروم و قرار ندارم شیوا جون، یعنی تو خونم که هستم نمیتونم اینجوری ولوشم یه جایی، باید مشغول یه کاری باشم. دیدم از گلکاری، از باغچه‌کاری، از سبزیکاری، از آشپزی و من یکی از در واقع اخیراً یکی از آلبومایی که روش کار کرده بودم به کمک آقای امیر رهبر که تنظیم کارا رو کرده بودن، جاودانه‌های گیلان بود که خیلی خودم هم دوست داشتم و انعکاسی که در واقع داشت چه در جامعه گیلانی و غیر گیلانی خیلی خوب بود. و بعد از اون آلبوم شیوا جون من روی یک اون جاودانه‌های گیلان بود، کار بعدی من جاودانه‌های ملل هست. یه سری از آثار و کارهایی در تاریخ موسیقی ماندگار شده که من یه مقداری بررسی کردم روی این کارا، دیدم که اینا به زبانهای مختلف خونده شده، به زبان فرانسوی، روسی یا انگلیسی، اسپانیش. اون عشق گیلانی منم که وقتی که گل میکنه همین. بعد یه سری از این کارا رو من به زبان گیلکی و فارسی، بعضیاشو خودم شعر گذاشتم و یه شاعر بسیار توانمندی دارم در آلمان که ایشون خیلی به من کمک کردن، دکتر یدالله کابولی، اشعار زیبایی رو سرود. البته ایشون از عارفان و شاعرای بسیار ورزیده و توانمندی هستن، ولی یه سری کارا رو هم خودم شعر گذاشتم، مثل بسم مرچه. کارای کلاسیک رو خیلی گوش میکنم و کار ادیت پیاف هست. میدونید یه سری کارا هست که هیچگاه در تاریخ موسیقی از بین نمیره و چقدر خوبه که ما هم یه نسخه ای از فارسی و سلش کنارش گیلکی داشته باشیم. بله. نه؟ بله. میکس خوندی فارسی؟ بله بله، مثل مثلا بسم مرچه اسپانیشش رو خوندم و گیلکی رو خوندم. یا آهنگای دیگه هست، هیستوریا دونامور اسپانیشه، بعد به زبان فارسی و گیلکی خودم شعر سرودم گذاشتم. الان آهنگی که میخواییم بخونیم پس فارسی الان... سلش گیلکیه؟ الان نه، الان این آهنگ کلن گیلکیه. به دلیل اینکه آهنگایی رو که من انتخاب کردم بیشتر جلوه های بهار توش هست. البته آهنگای گیلانی کلن انقدر که از شادابی و سرسبزی و نرگس و پونه و اینا میگه همش در واقع بهاریه، ولی این آهنگی رو که انتخاب کردم سبزتاج نام داره، به یکی از کارهایی هستش که از گیلان جناب اسخری برای من شعرش رو سرودن و سبا علیزاده آهنگش رو ساختن و پسرشون
بنیامین اصغری این رو تنظیم کردم و من با اجازهتون این آهنگ رو بیشتر در منزل خودمون دور و برای خونمون که خیلی حالت گیلانی و بهاری و اینا داره گرفتیم و یه بخشش هم توی رستوران شمال گرفتیم. پس میریم گوش کنیم به سبز تاچ. سبز تاچ. ممنون شیلا جون، خیلی زیبا، خیلی قشنگ مثل همه کارات. متشکرم. مرسی. مطمئنم بینندگان ما هم لذت بردن. به هر حال هدیه‌ای که برامون آوردن برای نوروزی برای شما عزیزان. بله. شیلا جون کارهای خیلی زیادی رو من میدونم اجرا کردی. بله. خیلی به قول اینجا یا پشنت واسه کارات. به زبان‌های مختلف خوندی، آهنگ‌های مختلف خوندی، آهنگ‌های قدیمی رو دوباره ناستالژی. بله، از کارهای استاد آشورپور خوندم. بله، خیلی از کارهای استاد آشورپور خوندی. کدوم یکی از کارا فیوریت دوست داری؟ کدوم یکی از کارا تو خیلی دوست داری؟ در واقع میتونم بگم همه رو خیلی دوست دارم شیوا جان. بله، میدونی وقتی با آهنگی زندگی میکنی، باهاش اخت و به اصطلاح اونس میگیری، میشه یه بخشی از وجودت. ولی واقعا اگه بخوام بگم که کدومش رو خیلی دوست دارم، یکی از کارهایی هست که تقریبا میتونم بگم آخرین کارمه به اسم می انزلی یا انزلی من. میدونید که من متولد انزلی، بندر انزلی هستم و این کار به حدی زیبا و البته من آهنگش رو میگم چون آهنگ اصلیش سیلوتو لیندو هست که در واقع یه آهنگ پرغرور مال شهر زیبا، آسمان زیبای سیلوتو هست و اسپانیشه به زبان اصلی. من وقتی به این آهنگ گوش دادم آنچنان تحت تاثیر قرار گرفتم، یعنی وقتی به واژه هاش گوش دادم و ملودیش منو برد یک جا به انزلی و من میدونید من گفتم من شاعر نیستم، ادعای شعر گفتن و اینا ندارم، ولی شعر فارسی و گیلکیش رو خودم سرودم. آنچنان محو زیبایی هایی که به خصوص اون زمانی که من انزلی بودم شدم که این ناخودآگاه این شعر اومد. و البته دوستایی که انزلی هستن خیلی مایه تاسفی که وقتی این رو شنیدن گفتن انزلی دیگه اون زیبایی رو نداره، متاسفانه دیگه اون زیبایی که شمال داشت و اون شما یادت میاد و آره، یعنی من با اون خاطرات داری؟ اون ذهنیت رو دارم دیگه، متاسفانه کم رنگ شده، ولی من دوست دارم همچنان اون در ذهنیت من باشه. و شعرشو خودت گفت. بله. نمیدونستم شاعر. نه ادعای شاعری ندارم ولی خب تو خیلی خوش ذوقی، دوست داری، علاقه داری، میگم دیگه به خاطر یه ملودی هایی هست میبره آدم رو. یعنی راجب چی؟ راجب انزلی کلا صحبت کردی؟ راجب زیبایی های انزلی، مچکن به گیلکی میشه مول، راجب اون پرندایی که گیلکی میگن کاکایی روی بولوار ما که به اصطلاح نوجوان بودیم و میرفتیم این کاکایی این پرنده ها روی نرده بولوار میرخصیدن، سفیدن این پرنده ها و اون امواج دریا میدونید، قایق رانا، تمام این ویژگی هایی که توی شهر شمالی به طور کلی است و من مشخصا روی انزلی به اصطلاح اندیشم بود، تماما اومد و شد می انزلی یا انزلی من که به فارسی هم هست. دقیقا همون واژه است و من همیشه خودم رو از دنبال رویان و پیروان استاد آشورپور میدونم. ایشون کارهای زیبایی رو روی ملودی های غیر ایرانی کار میکردم و اشعاری رو به زبان فارسی و گیلکی با همون مضمون میذاشتن و من چون خیلی کارهای ایشون رو با جان و دل گوش میدم و ارزش و اعتبار خاصی برای شخصیت و جهانبینی ایشون دارم، ایشون الگوی من شدن و من فکر میکنم که این دنباله همون مثلا راه و روش هست. بله بله. به هر حال قبل از اینکه بریم به آهنگ میانزلی گوش کنیم، بله، یک بار دیگه ازت تشکر میکنم. متشکرم شیلا جون، با این برنامه فشرده وقت کردی اومدی. ممنونم که دعوتم کردی. نگفتی. خواهش میکنم. افتخار منه. برات بهترین ها رو آرزو میکنم. سالی پر از خوبی و خوشی و سلامتی و صلح و صفا برای شما و برای همه عزیزان و برای جهانیان. منم امیدوارم که سال نو سال پر رونق و سال سبز و زیبایی باشه برای همه اونایی که نوروز رو جشن میگیرن یا بهار رو جشن میگیرن، چون فقط ما فارسی زبانان نیستیم که نوروز رو جشن میگیریم، کرد و ترک و آذری و تاجیکی و افغانی، همه جای دنیا فرارسیدن بهار رو در واقع پاس میدارن. امیدوارم که سال بسیار خوبی برای همه باشه. متشکرم. میانزلی.